وقتی تو چلسی بازی میکرد زیاد کسی بهش توجه نمیکرد. اکثر کارشناسا معتقد بودن بازیش در حد و اندازه های پریمیر لیگ نیست، ولی حالا یکی از بهترین وینگرهای حال حاضر دنیاست. مو صلاح از صفر شروع کرد و الان از مؤثرترین و محبوبترین بازیکنهای لیورپوله. همه میدونن محمد صلاح یکی از آماده ترین بازیکنهای حال حاضر جهانه. اون دو تا فینال لیگ قهرمانان رو تجربه کرد که یکیش رو هم برد. توپ طلا رو هم تقریبا برده بود، ولی از چنگش در آوردن. مسیری که مو صلاح برای تبدیل شدن به پادشاه فوتبال دنیا طی کرد، مسیر زیاد آسونی نبود. صلاح تو نجریج به دنیا اومد، یه محله فقیرنشین تو شمال مصر. برای اینکه به تمرین برسه مجبور بود هر روز 3 ساعت پیاده روی کنه که خودش یه تمرین جدا بود. نکته جالب در مورد صلاح اینه که کارش رو از دفاع چپ شروع کرد. یکی از مربیای صلاح میگه تو یه بازی مقابل یه تیم قوی قرار گرفتیم. اون بازی رو 4-0 بردیم، ولی صلاح تو اون بازی 5 تا تک به تک خراب کرد. اون روز رفت تو رختکن و به خاطر عملکرد ضعیفش کلی گریه کرد. از اون روز به بعد تصمیم گرفتم از صلاح به عنوان وینگر راست استفاده کنم. اون تغییر پست مسیر حرفه‌ای فوتبالش رو تغییر داد، چه تو تیم ملی مصر و چه تو تیم لوکالون. ولی درست زمانی که همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت، یه حادثه فوق‌العاده تلخ اتفاق افتاد. تو فوریه 2012 توی مسابقه فوتبال تو استادیوم پورت سعید جنجال بزرگی به پا شد، جوری که 34 نفر کشته شدن و فوتبال هم کلن تو کشور مصر ممنوع اعلام شد. اینجا بود که باشگاه بازل دست به کار شد. صلاح با بازل قرارداد بست و تو اولین بازیشون که یه بازی دوستانه هم بود موفق به گلزنی شد. بعد از اون صلاح تونست 2 بار با تیم بازل قهرمان لیگ سوئیس بشه. تو سالهای 2013 و 2014 سوئیسی ها یه لقب جالب هم بهش داده بودن، مسی مصری. تو همون سال 2014 تو لیگ قهرمانان تیم بازل مقابل تیم چلسی قرار گرفت و تو اون بازی محمد صلاح 2 بار موفق به گلزنی شد. اونجا بود که آبی های لندنی رویای بازلی ها رو به باد دادن و با 18 میلیون دلار محمد صلاح رو به خدمت گرفتن. با تمام توانایی هایی که اون داشت، مربی وقت تیم چلسی یعنی مورینیو زیاد ازش بازی نمی گرفت و این سوال مدام برای هوادارا پیش می اومد، آیا خرید صلاح کار درستی بود؟ با همه این حرف و حدیث ها صلاح تصمیم می گیره به فیورنتینو بره، برهه‌ای که برای زندگی حرفه‌ایش پس رفت محسوب میشه. صلاح همیشه با مشکلات زیادی مواجه بود، ولی تو فیورنتینو تصمیم میگیره رو خودش کار کنه و خودش رو به سطح اول فوتبال دنیا برسونه. اونجا بود که کلی ویژگی‌های مثبت مثل برداشتن 1-1، کار کردن تو فضاهای کوچیک، گلزنی و خیلی چیزهای دیگر رو به مهارت‌هاش اضافه کرد. بعد از عملکرد فوق‌العاده‌اش تو فیورنتینو، مسئولین باشگاه روم بیکار ننشستن و اون رو به پایتخت آوردن. صلاح که دوباره اعتماد به نفسش رو به دست آورده بود، تو 83 بازی که برای روم کرد موفق شد آمار فوق‌العاده 34 گل و 22 پاس گل رو به ثبت برسونه. اون حتی تو آخرین بازی فرانچسکو توتی هم کنارش بازی کرد. پیشنهادات از پریمیر لیگ شروع شد و در نهایت باشگاه لیورپول تقریباً با 45 میلیون پوند صلاح رو به آنفیلد آورد که تو اون برهه زمانی گرونترین نقل و انتقال این باشگاه بود. از اونجا به بعد صلاح هر روز تکنیکش بهتر و بهتر شد و خب از تغییراتی که تو فیزیک و بدنش هم ایجاد شد نمیشه به راحتی گذشت. یورگن کلوپ میگه تنها پشیمونیم اینه که چرا زودتر اونو به تیمم نیاوردم. وقتی اون تو بازل بود ما با دورتموند باش بازی کردیم و اون موقع کسی نمیشناختتش. یادمه تو اون بازی من هی با خودم میگفتم وای این دیگه کیه. تو سال 2014 دورتموند هم دنبال به خدمت گرفتن محمد صلاح بود
ولی خب چلسی زودتر دست به کار شد. یورگن کلوپ هیچ شکی به توانایی‌های صلاح نداشت. تنها چیزی که ازش به راحتی گذشتیم عمل کردش تو چلسی بود. بازیکنهای دیگه هم بودن که با چلسی به مشکل برخوردن. کوین دیبروینه هم یکی دیگه از اون بازیکن است. صلاح نمیخواست دومین شانسش تو پریمیر لیگ رو خراب کنه. اون دو اولین فصلی که برای لیورپول بازی کرد موفق شد 32 گل به ثمر برسونه که با همین عملکرد فوق‌العاده‌اش لیورپول قهرمان پریمیر لیگ شد. تو 144 بازی که برای لیورپول کرد 91 گل و 37 پاس گل رو به ثمر رسوند. با اون لیورپولیا تونستن ششمین قهرمانی لیگ قهرمانانشون رو جشن بگیرن. صلاح عملکرد بی‌نظیری داشت. ولی آیا میتونه توپ طلا رو هم به افتخاراتش اضافه کنه؟ We'll be right back.